أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نستهدیه و نؤمن به و نتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله و صلی الله علی محمد و آله و علیهم السلام. عباد الله، اوصیکم بتقوى الله و اخوفكم من عقابه فان الله ينجي من اتقاه و يكرم من خافه فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا تركنوا إليها فإنها دار الغرور كتب الله عليها وعلى أهلها الفناء ألا فتزودوا منها وإن خير الزاد التقوى. خداوند علی اعلا را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری می کنم. خودم که از همه بیشتر نیازمندم، همه خواهران و برادران را بر رعایت تقوا و پروا پیشه کردن سفارش می کنم. تقوایی که هممان مأموریم او را رعایت کنیم تا سعادت دنیا و آخرت نصیب من گردد. تقوایی که اگر رعایت کنیم، یکی از آثارش تشخیص حق از باطل است. لذا امیر بیان امام سفیدرویان علی علیه افضل صلوات المسلین فرمودن مردم بیدار و هوشیار باشید، تقوا رو حفظ کنید و با تقوا خودتان را از هر ضرر و زیان محافظت کنید. الا فسونوها و تسونو بها. در خطبه اول بحث طهارت اعتقاد و در واقع فکر و اندیشه را که یکی از راه‌های رسیدن به سعادت از منظر قرآن بود پی می‌گیریم. عرض کردیم همان گونه که جسم انسان و تن انسان نیاز به بهداشت و نظافت و درمان دارد، روح انسان، عقل انسان، خرد انسان و فکر انسان هم نیاز و پاکیزگی دارد، نیاز به تربیت دارد، نیاز به آلوده نشدن دارد. لذا یکی دو نمونه عرض کردیم. خداوند به زنهای پیغمبر دستور می دهد وقت صحبت کردن، یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتنه. زنهای پیغمبر، شما مثل سایر زنها نیستین اگر با تقوا باشین.
در ادامه می فرماید فلا تخزعن بالقول، در صحبت کردن کرشمه نکنین، صداتان را نازک نکنین. فیتمع الذی فی قلبه مرض، کسی که قلبش مرض دارد به تمامی یفتد، حتی به همسر پیامبر تمامی ورزد. چرا؟ چون فکر آلوده دارد، اعتقاد آلوده دارد، باطن آلوده دارد. و همین دلیل است که ما هم نیاز به پاکیزگی تن داریم، النظافت من الایمان، و بالاتر از آن نیاز به پاکیزگی و طهارت و صداقت فکر و عقل و اندیشه داریم. امروز در ادامه بحث را که آغاز کردیم، نکات را پیرامون همین هدف و همین محور عرض میکنم. یکی از راههایی که انسان اگر توجه نکند و بسیار برد دارد، یعنی قدرت دارد، توان دارد، این راه به ظاهر خیلیا به این قضیه اهمیت نمیدهد. یکی از راههایی که فکر انسان، اعتقاد انسان، اندیشه انسان آلوده می شود و اگر این فرمول را رعایت کند، فکر و جان و روانش به سمت طهارت و روشنی و بیداری می رود، آن است که اگر انسان سخن خردمندان دلسوز و آگاه و بیدار را گوش ندهد، ترک کند و محروم بماند، یا در واقع خودش با رعایت نکردن از این فیض به دور بماند، روح و روان و عقل و فکرش آلوده می شود. فکر نکنیم این راه ها رو در کجا می توانیم پیدا کنیم. سراسر زندگی ما انسان ها هم برکات دارد و هم زمینه سقوط و فرو رفتن و خوض در باطل دارد. آقا امیر المؤمنین می فرماید من ترک الاستماع، کسی که ترک کند شنیدن، من ذوی العقول، از صاحبان فکر، صاحبان بصیرت، صاحبان اندیشه، ما تعقلو، نمیگه خودش میمیره، نمیگه چشمش مثلا نابینا میشود، نمیگوید گوشش ناشنوا میشود. سردار سخن امیر بیان میفرماید کسی که نصایح خردمندان و دانشمندان و بیدارگران جامعه را نشنود، مات عقلو، عقلش میمیرد. امروز توجه کنین، بیشترین سرمایه گذاری در رسانه ها، در نوشته ها، در ابزاری که مرزها را می درد و پشت سر می گذارد، وارد حریم خانه ها، وارد حریم خصوصی ما شده. حتی لحظه استراحت، لحظه بیدار شدن، ما با اونها در ارتباطیم. اینها همه سرمایه گذاری می کنند تا ما سخنان ارزشمند و بیدارگر و روشنگر را نشنویم. یکی از بهترین راه‌های تطهیر فکر و عقل و اندیشه شنیدن سخنان دانشمندان است. ائمه ما فرمودن اگر مردم زیبایی سخن ما را بشنون و بفهمن، لو علم الناس، همه مردم، نه تنها مؤمن، نه تنها مسلمان،
لو علم الناس، اگر همه مردم بشناسن و بدانن، چی را بدانن؟ محاسن کلامنا، زیبایی سخن ما را، لتبعونا، اینا پیرو ما می شوند، اینها تابع ما می شوند. یکی از راه ها این است، تلاش کنیم، ظرفیت سازی کنیم، برنامه ریزی کنیم، هم خودمان، هم خانوادمان، هم کسانی که با ما در ارتباطن، اینها را وادار کنیم برای شنیدن سخنان انسانهای خردمند. میدانین امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین از آگاهی و علم بی پایان برخوردار بود که پیغمبر فرمود من شهر علمم، علی دروازه‌اش، من شهر حکمتم و علی دروازه شهر حکمت. از آقا سوال کردن چرا شما اینقدر دستاورد دارید؟ حضرت فرمود من بیشترین ارتباط را با رسول الله داشتم. فرمود کنت اتبعه اتباع الفصیل اثر امه، من مثل یک بچه شتر که همیشه دنبال مادرش حرکت می کند، ارتباطم با پیغمبر این گونه نهادی نبود. فرمود حتی با هم برنامه داشتیم، من وارد می شدم، اگر پیغمبر مشغول نماز بود در می زدم، پیغمبر با بلند کردن صدا به من می فهماند که من مشغول عبادتم. نمیشه انسان با اهل دانش ارتباط نداشته باشد، روح و روان، جسم و جانش طهارت پیدا کند. اگر به ما سفارش شده با علما ارتباط داشته باشیم، نگاه به چهره عالم عبادت است، به در خانه عالم نگاه کردن عبادت است. در دوران غیبت فقه ها را به ما معرفی کردن برای اون که تطهیر فکر و جان و اندیشه ما نیاز شدید به این رابطه دارد. این یکی از عوامل پاکی فکر انسان است. همین گونه فرمودن یکی از راه های سلامت ما، سلامت عقل ما چی است؟ همراه نشدن، رفاقت نکردن، ارتباط برقرار نکردن با نادان. تعرف الاشیاء به ازدادها، هر چیزی با مخالفش شناخته می شود. شب نباشد انسان قدر روز را نمی داند و روز را نمی شناسد. تا انسان ناامنی و بلاهایی را که در ناامنی سراغ جامعه و مردم می آید نبیند و نداند و نفهمد، قدر امنیت را نمی داند. حالا هم ارتباط با آگاهان اون آثار را دارد، رفاقت با نادان و جاهل آثار مخرب و ایرانگر و نتیجه آن شقاوت انسان است. لذا همین سردار بیان، امیر بیان و آزادی فرمودن من صاحب جاهلم، کسی که رفاقت کند با جاهل. نتیجه را ببینین، نقص من عقله، بخشی از عقلش را از دست میدهد. نقصان یعنی آسیب برسه، ضرر وارد شود. نقص یعنی کم شدن. کسی که با نادان رفاقت می کند، یکی از آثارش این است که عقلش آلوده می شود، فکرش آلوده می شود. به همین دلیل است که در قرآن رفاقت با انسانهای ناسالم یک موضوع مهم است. در روایات، در اشعار
اهل خرد و بصیرت، کسانی که معرفت دارند. لذا فعلا زمینه ورود به این بحث را لازم نمیدانم، فقط یک مورد دیگر را عرض بکنم که یک مقدار وظیفه عمومی تر من هست. اینهایی که عرض کردم بیشتر وظیفه اشخاص خانواده ها بود، اما بعضی از عوامل اجتماعی است. ما این عامل را در سطح دنیا مخصوصا در کشورمان به وضوح و وفور می‌بینیم. امروز شاهد این آسیب، شاهد این تهاجم و شاهد این شبیخون در جای جای کشورمان هستیم. لذا گوش زد می‌کنم و تذکر می‌دهم در این فضای معطر و در این برنامه مقدس، یعنی مراسم بزرگ و الهی و معنوی نماز جمعه، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله، در این ذکر الهی و در این محفل نورانی ایره عرض میکنم. یکی از چیزهایی که جامعه را به نابودی فکر و عقل و خرد میکشاند فقر است، بیچارگی است، نبودن امکانات کار، پیشرفت، زندگی است. سردار سخن، کسی که پیامبر فرمود من با علی هستم، علی با قرآن، علی با حق است، حق با علی است، علی با قرآن است، قرآن با علی است، می‌فرماید یا بنی فرزندم من ابتلا به فقر، هر کس گرفتار فقر شود، هر کس از هر جامعه ای، از هر مردمی، از هر مرز و بومی، فقد ابتلا به اربع خصال، این گرفتاری فقر او را در مسیرهای خطرناک و در وادیهای وحشتناک میکشاند. یکی به ضعف فی یقینه، انسانی که گرفتار فقر میشود اولین مصیبتش ضعف یقین است، باورش آسیب میبیند، عقیدهش آسیب میبیند. دو، کاهش عقلش. این تعبیر دقت کنین، و نقصان فی عقله، انسانی که گرفتار فقر است عقلش، فکرش آسیب میبینه. شما میبینین بیشترین درآمد کسانی که برگرده جامعه سوارن استفاده از همین ضعف افراد است که نیازمندن. در طبابت بیشترین آسیب اینا میبینه، در تجارت، در سفر، چون گرفتار فقرن. فقر کمر انسان و جامعه را میشکند، ستون فقرات حرکت جامعه را مخدوش میکند، جامعه را مثل یک انسان فلج زمینگیر میکند. لذا اسلام برنامه دارد برای مبارزه با فقر. حکومت های اسلامی، نظام های اسلامی، شخصیت های که جایگاه و اعتبار دارند برای مبارزه با فقر باید برنامه داشته باشند. با شعار، با حرف مشکل حل نمی شود. فرمود یکی از چیزهایی که فکر را به نوسان و آسیب و در واقع نقصان قرار می دهد فقر است. یکی از آثار فقر سستی در دین است، دین افراد سست می شود. اون دینی که
در روایات داریم انسان را مثل کوه استوار میگرداند. المؤمن کالجبل الراسخ، فقر این استواری را و این سربلندی را به افول و به سقوط نزدیک میکند، سست و ضعیف میگرداند. آخرین اثر و نتیجه فقر را عرض کنم و خطبه اول را به پایان برسانم. حضرت فرمود و ترک الحیا، یکی از آثار گرفتاری به فقر این است که و قلت الحیا فی وجهه، انسان وقتی گرفتار شد حیاش کم می شود، پررویی‌اش زیاد می شود. خود این قلت حیا و این که انسان شخصیتش آسیب ببیند بسیار زیانبار است. حضرت فرمود فنعوذ بالله من الفقر، آثار فقر را شمرد. بعد فرمود خدایا ما به تو پناه میبریم از فقر. من امروز خیلی از این آثار را در جامعه میبینم. متاسفانه دشمنان ما از بیرون با یک برنامه منظم و عده‌ای با یال و کاپال، با شعار و با دبدبه و کبکبه، اما خالی از فکر و اندیشه و از بصیرت در داخل این زمینه را فراهم کردند. امروز بر علما، بر دانشمندان، بر نخبگان، بر مسئولین لازم است تا با همفکری، تا با مشورت و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله امرهم شورا بینهم، بنشینن این اندیشه ها را اجرایی کنن، تعصبات کنار برود تا بتوانیم در مقابل جامعه راه‌های تطهیر فکر، عقل، خرد و اندیشه را بگذاریم و مردم را از این مسیر حرکت بدهیم، از مسیر وحدت، از مسیر تأمین منافع کلی و جمعی و کلان جامعه، تا بتوانیم با این راه‌هایی که دشمنان ما برای ما تنظیم کردن عبور کنیم. من گاهن از باب رعایت حال شما نمازگزاران نمیخوانم سوره مبارکه منافقون را، و الا مستحب است در نماز جمعه هم سوره جمعه خوانده شود و هم سوره منافقون. در سوره منافقون طرح نفاق مطرح است. منافق میگوید لا تنفقوا علی من عند رسول الله، کسانی که دوروبر پیغمبر است به اینا کمک نکنین تا ذلیلانه از شهر خارج شوند. من به همه مسئولین یه را تذکر میدم، زمینه زندگی، پیشرفت، اقتصاد را فراهم کنن. این توطئه است، این برنامه است. کشوری با این همه منابع، با این همه ثروت، این همه سال فقر، این یک پلان است. این پلان زمانی شکسته می شود، خونسا می شود که ما از اندیشه ها استفاده کنیم. فرمول اول نصائح و سخنان دلسوزان و آگاهان را استفاده کنیم. امروز پیاز ما، سیب ما، میوه ما می رود بیرون، کشورهای همسایه بعد از 4-5 ماه اینا بر می گرده، ما با قیمت گزاف باید خریداری کنیم. امروز مریض ما باید به چه سختی ویزا تهیه کنه، چقدر پول هزینه کنه تا برود به بیرون. چرا پزشکی را تقویت نمی کنیم؟
چرا زمینه نگهداری این همه محصولات را در درون کشور فراهم نمی کنیم؟ اینها راه مبارزه است، راه بیرون رفتن است. فکر اگر آرامش نداشت، همیشه با دشمنی هایی که بین جامعه ما مدیریت میکنن، همیشه ما به جان همیم. فکر ما این است که این نژاد با اون نژاد درگیر باشد. ما حکومت کنیم، فلان قوم حکومت کند، فلان خون حکومت کند، ما همه مسلمانیم، یک مادر داریم به نام افغانستان. ما مسلمانی افغانستانی هستیم، چیزی غیر از این میشناسیم. و پیغمبر ما فرمود حب الوطن من الایمان، هر کس در این وطن حضور دارد و فکر دارد از او باید استفاده کرد. خدایا زمینه بیداری و هوشیاری بیش از پیش نصیب ملت و مردم ما بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى علی امیر المؤمنین وعلى الصدیقة الطاهرة وعلى الحسن والحسین وعلی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة الخلف الصالح ائمة المؤمنین. بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را بر رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. همان گونه که هممان میدانیم، نماز ستون دین است، از صلاتو عمود الدین، شرط قبولی اعمال انسان قبولی نماز است. این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها، اگر نماز قبول شود بقیه اعمال، و اگر نماز رد شود بقیه اعمال مردود است. خداوند می فرماید اقم الصلاة لذکری، نماز را اقامه کنین تا به یاد من باشید. اما مرتبت و جایگاه نماز جمعه در بین همه نمازها استثنایی است، در حدی که حج فقرا معرفی شده، در حدی که در روایات آمده اگر کسی سه جمعه پی هم متوالی بدون عذر در این مراسم حضور نداشته باشد، علامت نفاقش می باشد. در کنار این جایگاه، این نماز آثاری بزرگ و مؤثر در بیداری جامعه دارد. وظایف سنگین و خطیری به عهده دارد. به همین دلیل است باید اون چرا که برای وحدت جامعه، پیشرفت جامعه، همدلی جامعه و مبارزه و آمادگی جامعه در مقابل هر حادثه و هر توطئه‌ای هست در نماز جمعه مطرح شود. مطالب را از این باب و از این
آدرس و با توجه به این جایگاه لازم میدانم در خطبه دوم مطرح کنم. مسئله اول، ما در آستانه اربعین یعنی چهلومین روز شهادت آقای امام حسین علیه السلام قرار داریم. جمعه آینده 19 ماه صفر است و شنبه هفته بعد، فردا که شنبه است، نه 13 است، شنبه بعد از جمعه آتی 20 صفر اربعین آقای امام حسین علیه السلام است. یعنی 40 روز از شهادت امام حسین در سال 61 خلاصه می گذرد که اهل بیت سید الشهدا به طبق نقل اکثر مورخین برمی گردن از شام به کربلا. می دانین همون گونه که اطلاع دارین علامات مؤمن 5 تاست، یکیش زیارت اربعین است و ما غیر از اربعین سید الشهدا به این عظمت در هیچ شخصیت مذهبی این گونه روایت نداریم و از نظر عملی هم شما شاهدین که سال هاست زیارت اربعین رونق دارد. در اولین اربعین جابر ابن عبدالله انصاری، شخصیت بزرگ، کسی که وقتی پیغمبر در جنگ خندق مشغول کندن خندق بود، اونم با مشوره‌ای که با اصحاب کرد، روزی از روزها جابر که تازه ازدواج کرده بود دید پیامبر از گرسنگی سنگ به شکم مبارکش بسته، پیامبر را همراه چند نفر با کشتن یک بزغاله و چند کیلو گندم دعوت کرد. خب شهر مدینه دورادورش برای حفاظت و حراست قرار بود یک حفری شود، یک خندقی کنده شود. وقتی پیغمبر قول داد که مهمان جناب جابر شود، فردا موقع آمدن همه کسانی که در مراسم کندن این خندق حضور داشتند همه را پیغمبر دعوت کرد به خانه جابر. جابر وحشت زده شد، به همسرش گفت غذای ما برای چند نفری بیش نیست، 7-8 نفر. پیغمبر همه را دعوت کرده و همه آمدن. پیغمبر با دستهای مبارکش غذا پخش کرد و به همه رسید. جابر از شخصیت های بزرگ است، از صحابی کرام است. اولین بنیانگذار زیارت اربعین جناب جابر است، به خاطر اون روایاتی که از پیغمبر شنیده بود که زیارت آقای امام حسین چقدر ثواب داره. خب اینی که این زیارت جهانی شده بمانه، منتها اونه که من اینجا عرض میکنم، متاسفانه علیه امارت اسلامی همیشه فرافکنی در بعضی از بخش ها هست. شما در جریان این که در هفته های گذشته، مخصوصا حدود 2 هفته قبل و کمتر، در عراق شرایط بسیار خطرناک و آسیب پذیر فراهم شد. یک جنگی خلاصه در پایتخت شروع شد با توطئه‌ای که دشمنان ایجاد کردن، با این هدف که بار دیگر این کشور را به جنگ داخلی بکشانن. خب خطرها جدی شد، راه‌های هوایی و زمینی مسدود شد. طبعا هر کشوری که در عراق نمایندگی و خلاصه افرادی داشت، اونها گزارش میدادن، از جمله بخش نمایندگی افغانستان در عراق، اونها هم گزارش دادن که اوضاع عراق نابسامان است. اما این وضعیت الحمدلله مدیریت شد، مخصوصا با ورود شخصیت بزرگ و دلسوز همه مسلمین، حضرت آیت الله سیستانی. الحمدلله اوضاع عراق مدیریت شد و آرامش برگشت. ایشان با نوشتن چند جمله که اولا ماه محرم و سفر از ماهای حرام است، جنگ در ماهای حرام حرام است،
هر کشته‌ای و هر خونی قصاصش و دیه‌اش دو برابر است. بعد فرمودن جنگ در کشور سید الشهدا در آستانه اربعین و زیارت آقا هیچ مجوز نداره و این نامه و این نوشته و این دستور مؤثر افتاد. یکی از تبلیغات که شد گفتن حکومت طالبان به تازگی از حضور زائرین افغانستانی در مراسم اربعین حسینی ممانعت کرده. خب ببینید چقدر حرفا مغرضانه است. یک گزارشی از خدمت شما عرض بشه که عراق به وزارت حج و اوقاف داده شد که اوضاع عراق اینطوری است، اما ایده‌ای آمدن ایرا بزرگ کردن، گفتن نه امسال که امارت حکومت میکنه یکی از برنامه‌هاشون این است که جلو زیارت زائرین افغانستانی را بگیره. خب میدانین بیشترین زائره که از افغانستان و کربلا میروند شیعیان هستند، اگرچه الحمدلله تعداد از اهل سنت ما هم، چون اینطوری نیست که امام حسین فقط مقبول شیعیان باشد، امام حسین علیه السلام همه مسلمانان دوست دارند، شیعه و سنی. من خودم در سالهایی که اینجا هستم خیلی از دوستان، یعنی تعداد از دوستان اهل سنت هم آمدن باشان همکاری کردیم، رفتن کربلا برگشتن تشکر کردن، ما به زیارتشان به خانهشان رفتیم، خیلی قصه ها کردن. زیارت مخصوص شیعه نیست، اهل سنت ما اهل زیارت هم. به زیارت اصحاب پیغمبر می روند، به زیارت شخصیت های شناخته شده می روند، به زیارت قبر جناب ابو حنیفه رضوان الله تعالی علیه می روند. اینطوری که نیست. خلاصه توطئه کردم که امارت جلو حرکت و سفر زائرین اربعین آقای امام حسین گرفتن. دلیلش اینه که یک نقطه تاریک و یک بیمهری را نشان بدهن، در حالی که اشتباه است. ما در محرم شاهد الحمدلله حضور ارزشمند و مخلصانه نیروهای امارت اسلامی در مجالس بودیم و در تأمین امنیت و همکاری بودیم، لذا این توطئه دروغ است. به همین دلیل رئیس اتحادیه شرکت‌های سیاحتی و زیارتی اطلاعیه داد این خبر صحت ندارد و همینطور گزارش داد که سفارت افغانستان در عراق طی مکتوبی در هفته 6 گزارش هفتوار خیش را که یک هفته قبل بود، یعنی تقریبا امروز 12 است، مبنی بر وخیم بودن وضعیت امنیتی عراق داده. این ربط به این نداره که امارت برنامه‌ای داشته باشه برای جلوگیری از سفر زائرین ای توطئه است. لذا اونها گزارش دادن که بله موضوع از وزارت حج و اوقاف ذریعه تلفن به ما ابلاغ شده، ولی متاسفانه قبل از این که ما مکتوب را به چشم خود ببینیم به دست یک تعداد افراد فرصت طلب افتاده بود. آنها نیز با استفاده از فرصت تبلیغات سوی را علیه امارت اسلامی افغانستان مبنی بر اجازه ندادن زائرین افغانستان به زیارت اربعین کشور عراق منتشر کردند. میخواهم بفهمانم که این قضیه یک توطئه است، دروغ است، هیچ خبری مبنی بر این نیست. وی در ادامه گفت با تلاش‌های مکرر سفارت امارت اسلامی افغانستان مقیم بغداد نامه مجددی را به تاریخ 15، یعنی خدمت شما عرض شد 2-3 روز قبل، 15/6/1401
مبنی بر تأمین امنیت زائرین خارجی و بهتر شدن اوضاع سیاسی در کشور عراق عنوانی وزارت خارجه کشورمان ارسال نمود. خواستم دو نکته را تفهیم کنم، هم انشالله زمینه زیارت فراهم است و هم هیچ مانعی وجود ندارد و هم بفهمیم دشمنان ما دنبال توطئه هستند، توطئه بین همه مردم، توطئه بین حکومت و مردم، توطئه بین مردم و حکومت. علما در جلسه هستند. خدا در سوره مبارکه منافقون به پیغمبر می‌فرماید این جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا. شما فکر نکنین فاسق فقط اما کسی که خبر میاره، خیلی از رسانه ها فاسقه. امروز دروغ ها رسانه ایست، خیلی تلویزیون ها دروغ میگن، کارشان دروغ گوییست. راه حلش اینه که علمای شهر، علمای کشور با هم دیگه بنشینن. من همیشه عرض کردم، بازم عرض میکنم، باید رسانه ها را هم حمایت کنیم، سخنرانی های مفید پخش کنیم، هم کنترل کنیم. خیلی حرفایی که بین مردم گفته میشه اینا نظر بزرگان نیست. همین مطلب را که من الان به شما عرض میکنم که خیلی از رسانه ها کارشان نفاق اندازی است. همین حرفه یکی از برادران امارت اسلامی، بدون این که من به او گفته باشم، در یک جلسه مطرح کرد، خیلی خوشحال شدم. من به شورای علما طرح دادم، شورای علمای مرکز، و گفتم نامه‌ای بنویسین، این نامه را بفرستین به کشورهای غربی که اونجا بیشتر رسانه ها حضور داره و به علمای اونا بگین یه تلویزیون هایی که حرف میزنه اینا حرف شیعه را نمیزنه. همه یه تلویزیون ها که به نام شیعه حرف میزنه حرف شیعه را نمیزنه. کدام شیعه به مقدسات اهل سنت به احترامی میکنه؟ مجتهد ما، رهبر ما، نه یک نفرش که آیت الله سیستانی باشه فرمود نگین اهل سنت، بگین جان ما. خدا رحمت کنه مرحوم آقای خمینی، حضرت آیت الله سیستان خویی رحمت الله علیه، مرحوم آیت الله بروجردی، همه نظرشان اینه. کدام شیعه به همسران پیامبر به احترامی میکنه؟ مگه میشه؟ اینا حرف دشمنه. از دو طرف مگر سنی پیدا میشود که اهل بیت دوست نداشته باشه؟ اینا توطئه است، باید جلوی توطئه ها را گرفت. مسئله دوم، خبر امیدوار کننده ای که مکاتب ولایت پکتیکا برای دختران از صنف 6 به بالا بازگشایی شد، خبر خوشی است. ما همیشه دیدگاه ما درباره آموزش و یادگیری دختران عرض کردیم و این روایت را مستمسک قرار دادیم، با قرآن هم تأیید میشه. خداوند به پیغمبر میفرماید پیغمبر ما از ما خواهش کن ربی زدنی علما، خدایا علم من افزایش بده. لحظه به لحظه این پیغمبر که از خدا دستور داره لحظه به لحظه طلب افزایش علم بکند، میفرماید طلب علم فریضه است بر هر مؤمن و بر هر مسلمان. خدمت شما عرض بشه که حالا در بعض روایات مسلم داره، در بعض روایات مسلم و مسلمه داره. مسلم این است که همسران پیامبر از محضر پیغمبر استفاده میکردن، دختر پیامبر که همه به او عقیده داری، حضرت زهرا به قدر آگاه بود که خلاصه خیلی از اصحاب میرفتن از او یاد میگرفتن. سلمان فارسی خیلی چیزایی را که از بی بی یاد گرفته نقل میکنه. یادگیری برای دخترها یک اصل است. علم مخصوص مردها نیست. جامعه ما نیازی به پزشک داره. نیم بیشتری از جامعه ما زنهاست.
ما نیاز به خیلی از متخصصین زن داریم. بگذاریم از این به اصطلاح مطالب که بارها گفته شده، انشالله که زمینه آموزش دختران در همه ولایات با رعایت همه اصول مقررات اسلامی و زمینه در واقع تدین و تربیت سالم انشالله ادامه پیدا کند و این در واقع اعتراض ها و اعوجاج هایی را که علیه اسلام و دیانت ما دارند اینها هم انشالله گرفته شود، دشمن در واقع خلع سلاح شود. نکته آخر، در هفته گذشته در روز جمعه افغانستان مع الاسف باز هم شاهد یک خلاصه حادثه غم‌انگیز و تراژدی بزرگ در شهر هرات بود. تعداد زیادی از مردم ما، از مسلمان ها، اهل نماز، اهل خرد در اون حادثه به شهادت رسیدن. ما احساس اندوه کردیم، خیلی ها مجروحن، ما در غم خانواده ها شریکیم و این غم همه دلهای عاشق به آبادی و عزت و اقتدار کشور ما را می سوزاند. مطالب زیادی در این موضوع در طول هفته گفته شده، مواضع شورای علما در شهرهای مختلف روشن است. ما این توطئه و این جنایت را که باعث جریحه‌دار شدن قلب‌های ما است و باعث یک ضربه و در واقع یک خسارت کلان که مضمون روایات ما است و جامعه ما است، به شدت محکوم میکنیم. از امارت اسلامی که الحمدلله در بخش امنیت خیلی جدی هستند، یک پیشنهاد دارم و طرح دارم، مثل همیشه تقاضا میکنم و دعا میکنم تلاش کنم عوامل این جنایت را شناسایی کنم. خیلی سخت است، خیلی دردآور است عده‌ای خبیث بیاین این گونه جنایت های کلان و هولناک را در جامعه ما به وجود بیاورن و همین طوری در برون. پیغمبر وقتی آمد جنازه ای را که کشته شده بود در جامعه اسلامی دید، فرمود جامعه اسلامی جسد بی جان قاتل شناسایی نشود؟ اگر شبکه است باید شناسایی شود، باید معرفی شود. اگر فرد است، این از حقوق مسلم مردم است، حفظ امنیت. امیدواریم که با لطف خداوند و با پیگیری و انشالله دلسوزی این قضیه هم به انشالله هدف برسد. آخرین صحبت را که در نماز جمعه امروز عرض میکنم، میدانین اول ماه صفر یا آخر ماه محرم اهل بیت امام حسین علیه السلام به شام آمدن. حدوداً یک هفته در شام ماندن. در هفته گذشته من مقدار صحبت کردم پیرامون حوادث شام، حالا دیگه فرصت نیست من زیاد معطلتان نکنم. یکی از راویان ماجرای شام شخصی است به نام منهال ابن عمر. خیلی کوتاه عرض میکنم، اونایی که اهل تحقیق و مطالعه هستن میتونن با مراجعه به گوگل، به اینترنت، یک صفحه دو صفحه درباره منهال صحبت کنن. منهال از اصحاب آقا امام سجاد است، از حضرت علی روایت نقل کرده. معمولا کسانی که از شهدای کربلا سخن میگویند از منهال نام میبرند.
منحال میگوید در این یک هفته‌ای که اهل بیت در شام بود، در یک روزی من زین العابدین علیه السلام دیدم. خب دیدیم که انسانی که مثلا زنجیری آهنی به بدنش قرار داده می شود رنج می برد، حتی آثارش بعدها می ماند. یک کسی مثلا زولانهی کندهی وقتی مثلا در زندان به پایش و به دستش بسته می شود، مخصوصا اگر زیغ باشد، این آثار می ماند. حالا لازم نیست من خیلی شواهدش بگویم. من حال می گوید من زین العابدین دیدم، دیدم پاهای مبارکش مجروح است. اندام نازنین حضرت مجروح است، سر مبارک زخم داره، گردن مبارک آسیب داره. من اینا رو از تاریخ نقل میکنم. بعد این یک هفته بیشتر نبودن، در این یک هفته خیلی تغییرات آمد. رفتم جلو و گفتم یا ابن رسول الله چی حالی داری؟ اجازه بدین من عین متن خدمت شما قرائت کنم. خرج زین العابدین علیه السلام یوما یمشی، حضرت بیرون شد از خرابه قدم بزند. فاستقبله المنهال، این منهال با او روبرو شد، سوال کرد کیف امسیت یا ابن رسول الله، فرزند پیغمبر شب را چگونه به صبح آوردی؟ حضرت فرمود من حال به گونه صبح کردم که بنی اسرائیل در میان قوم فرعون صبح می کردن، پسران آنها را می کشتن، یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، زنان آنها را زنده نگه می داشتن. یعنی همه جوانان ما را کشتن، زنهای ما را به اسارت آوردن. دقت کنین، حضرت فرمود من حال جماعت عرب بر عجم افتخار می کردن که محمد از ماست. امست العرب یفتفتخر علی العجم بان محمدا عربی. و امست قریش تفتخر علی سایر العرب، طایفه قریش بر سایر طوائف عرب افتخار میکرد به ان محمدا منها. بعد حضرت فرمود ما اهل بیت همین پیامبریم که عرب بر عجم افتخار میکرد. حضرت خودش این قضیه را خیلی تأیید نمی کنه، اگرچه پیغمبر افتخار است. می فرماید عرب به عجم، چون از نظر قرآن معیار ارزش تقواست، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. حضرت فرمود عرب به این افتخار می کرد، عجم قریش بر سایر اقوام عرب افتخار می کرد. فرمود ما و امسینا معشر و اهل بیته. این سخنرانی ها را کسی نشنوه ضرر میکنه. حضرت داره قرآن تفسیر میکنه. فرمود ما اهل بیت این پیغمبریم. آیه تطهیر در لابلای این سخن است. اینما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. فرمود معاشر و اهل بیته، ما اهل بیت این پیغمبریم، ما خانواده این پیامبریم. فرمود حق ما را غصب کردند و ما را کشتند و پراکنده ساختند. تعبیر دقت کنین، و نحنو مقصوبون مغضوبون مقتولون مشردون فإنا لله و انا الیه راجعون. اینها باعث شد که شام عوض شود.
بعد این مؤلف مرحوم سید ابن طاووس شعر اون شاعر را می آورد، می گوید برای احترام رسول خدا چوبهای منبرش را تعظیم می کنم. دیدین هر منبر را تعظیم می کنن، می گن منبر پیغمبر، ولی فرزندان او را زیر پای خودشان می گذارن، با لگد لگد مال می کنن، اسب نعل تازه می کنن، روی سینه بچه های پیغمبر می تازن. با چه قانونی فرزندان پیغمبر تابع شما شوند؟ در صورتی که افتخار شما به این است که از یاران و تابعان او هستیم. ادهی افتخار میکنن ما از تابعین هستیم، یعنی صحابی پیغمبر دیدیم، اما اینها فرزندان پیغمبر. خیلی دلسوز است بعد از یک هفته اهل بیت از شام حرکت میکنن به سمت مدینه، به مقصد مدینه. فقط یه جمله بگم، خب وقت آمده بودم، رقیه 3-4 ساله امرای اینها بود، وقت آمدن خیلی اذیت شدن، اینها را خارجی گفتن، از بالای بام ها به سر اینها خاک خاکستر انداختن، هر کس با هر وسیله ای داشت اذیت کردن، اما شهادت رقیه، سخنرانی های زینب، بیدارگری های زین العابدین صحنه را عوض کرد. حالا که برمیگردن جریان فرق کرده، اما زینب آمد کنار قبر رقیه. خدا نکنه آدم با یک جمعی به مسافرت برود و یکی از مسافرین اونجا بمیره، خیلی برای همسفران سخت سخت است. حالا زینب کنار قبر رقیه، دخترای کوچی کنار قبر رقیه، دل کندن از این دردانه سید الشهدا، از این سفیر اهل بیت سخت است. فرمود زنهای شام، وقت ما آمدیم خیلی به ما بی احترامی کردیم، ما داریم میریم، اما امانت را اینجا گذاشت، یادگار را اینجا گذاشت. انا لله و انا الیه راجعون. خدایا فرج آقا و مولای ما صاحب الزمان برسان، ما را از منتظران آن وجود نازنین و با برکت محسوب بگردان. خدایا پروردگارا امنیت کامل نصیب ملت افغانستان، همه ملت‌های مسلمان بگردان. اسلام، جوامع اسلامی، مردم ما، دولت ما در محوریت قرآن و اهل بیت به هم دیگه بیش از پیش مهربانتر بگردان. توطئه های دشمنان با همدلی، با بصیرت و آگاهی خونسا بفرما و توفیقات مراجع علمای خدوم اهل خیر بیفزا، ما رو اهل خیر قرار بده. عزیزان که با حضورشان به عزت اسلام و شکوه اسلام و جامعه اسلامی میافزایند، خیر دنیا و آخرت نصیبشان بگردان، قدمهاشان در هیچ مسیر ملغزان، در مسیر عزت، هوشیاری، بیداری، تقوا استوارتر بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.